سلام علی شیرازی هستم و با برنامه بررسی روزنامه های امروز ایران دوشنبه چهارده اسفند ماه در خدمت شما است امروز بیشتر روزنامه ها حرف علی اکبر وزیر امور خارجه مبنی بر کاهش تحریم ها را مورد توجه قرار داده بودند و ضمن انعکاس این صحبت ها به تحلیل اون پرداخته بودند روزنامه آرمان تیتر عکس خودش رو به این موضوع اختصاص داد و در گزارشی در این باره نوشته در فاصله سه روز بعد از آنکه قانونگذاران آمریکایی لایحه جدیدی را برای قطع دسترسی ایران به یورو ارائه دادند، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان گفته از امروز به بعد شاهد رفع تدریجی تحریم ها خواهیم بود. به زعم علی اکبر صالحی جمهوری اسلامی با ابتکار و درایتی که به خرج داده تمامی فشارهای وارد شده را دور زده و توانسته از سلبیات بکاهد و به گونه عمل کند که دشمن خسته شود این در حالی است که او دو روز پیش نیز گفته بود که پرونده هسته ایران حل خواهد شد و معتقد است که دو طرف مذاکره اتمی اکنون احساس کنند که آمادگی برون رفت از این موضع ایجاد شده را دارند نمایندگان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در حالی روز چهارشنبه آلماتی قزاقستان را ترک می کردند که نتایج آخرین دور از مذاکرات هسته ای ایران امیدواری هایی را در خصوص حل این پرونده دامن زد و فضای ناامید کننده بین ایران و کشورهای غربی گروه پنج به یک را تا حدود تحت تاثیر خود قرار داد. پس از پس از این مذاکرات خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی که نخواست نامش فاش شود نوشت که گروه پنج به علاوه یک امتیازهای بیشتری نسبت به گذشته به ایران داده است امتیازهایی که میتواند در اولین تعبیر خود به معنای کاهش فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی ارزیابی شود یعنی همان چیزی که علی اکبر صالحی روز گذشته و در حاشیه حضور در همایش معاونین و فرماندهان مرزبانی ناجا نه تنها نوید آن را داد که حتی تاکید کرد که روند حل آن آغاز شده است به با اشاره به تحریم های بین المللی علیه ایران گفت که جمهوری اسلامی تمامی فشارها را دور زده و افزود از امروز به بعد شاهد رفع تدریجی تحریم ها خواهیم بود سالهی در این باره با اشاره به اقدامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته با شیوه های مبتکرانه این, این وزارتخانه توانسته ایم تا امروز آثار تحریم ها را کاهش دهیم. وزیر امور خارجه ایران در حالی به کاهش تحریم ها اشاره کرده که هنوز مقامات غربی در این خصوص موزگیری رسمی و مشخصی نداشتند. وزیر خارجه ایران در عین حال اقتصاد ایران را درونزا توصیف کرده که به گفته او بخش عمده نیاز خود را در بازارهای داخلی تعمین می کند. صالحی تنها به مشکل دستیا... دستیابی به ارز اشاره کرده و با این توضیح که ارز خارجی ما از فروش نفت در حدود 100 میلیارد دلار بود که حد اکثر در مقابل یک تریلیون دلاری که بر اساس قدرت خرید مر... که بر اساس قدرت خرید مردم مرد است 10 درصد را شامل می شود. و همچنین روز شنبه بعد از برگزاری مذاکرات اتمی آلماتی نیز از آن با عنوان نقطه عطف نام برده و گفته بود یک تحول در مذاکرات بوده و این مسیر به رضایت دو طرف منتهی خواهد شد البته آرمان در صفحه دو هم خبری داره با این تیتر تولید 3000 سانتریفیوژ نسل جدید که در این خبر آمده رئیس سازمان انرژی اتمی از تولید 3000 سانتریفیوژ نسل جدید خبر داده فریدون عباسی به استفاده از فنناوری های در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزوده به منظور خارج کردن فعالیت های هستهی از آزمایشگاه ها و به کارگیری این فنناوری در کشاورزی و دیگر صنایع کشور تولید محصولات کشاورزی با فنناوری هستهی در استان مرکزی به صورت پایلوت دنبال شده به تولید انرژی، توسعه کاربرد پرتوها در زندگی مردم و تولید سوخت هسته‌ای را اصلی ترین اهداف سازمان انرژی هسته‌ای کشور عنوان کرده و گفته با استفاده از دانش هسته‌ای می رشد دانش و ارتقای فناوری را در دیگر بخش‌های علمی کشور مشاهده کرد. در صفحه اجتماعی آرمان هم این خبر از خانم زهره طبیبزاده نماینده مجلس جلب نظر میکنه که با وزیر شدن زنان مخالفم. در این خبر آمده از انتصاب طریقت منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت نزدیک به دو ماه می و رئیس جمهور باید تا قبل از پایان مهلت سه ماه حضور سرپرست وزیر بهداشت جدید را به مجلس معرفی کند در همین راستا شایعاتی از انتخاب شخصی به غیر از سرپرست فعلی وزارتخانه به گوش می‌رسد. از آنجایی که وزیر سابق تنها زن کابینه بود شنیده ها این بار از انتخاب زنی دیگر یعنی زهره طبیبزاده خبر می دهد. محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت در مورد معرفی احتمالی طبیبزاده عضو کمیسیون بهداشت به عنوان وزیر می گوید اگر ایشان شخص توامندی هستند اما وزارت بهداشت با وجود مشکلات عدیده به وزیر با و جسورتری نیاز دارد. با وجود مشکلات وضع درمان، عدم تخصیص منابع مالی به آن و وضعیت اقتصادی کشور، هر کسی پست وزارت بهداشت را بپذیرد در حقیقت ایثار کرده است. از سوی دیگر، زهر طبیبزاده در این رابطه میگوید شایعه معرفی من به عنوان وزیر بهداشت به مجلس اساسا کذب و منشأ این شایعه برای خود من هم عجیب است. ضمن اینکه بنده اساسا با وزیر شدن زنان مخالف هستم. و این موضوع درباره انتخاب خودم هم صادق است وی در رابطه با علت مخالفتش میگوید زنان در کشور ما هنوز تجربه لازم را برای مدیریت های کلان ندارند زیرا در مدیریت های میانی به کارگیری نشدند و به همین علت توان و تجربه لازم را ندارند مدیریت های کلان کشور عرصه آزمون و خطا نیست و ما حق نداریم به خاطر مسائل شعاری مدیریت کشور را با این نوع اقدامات دستخوش مشکل کنیم. زنان اساسا به علت وظایف و مسئولیت های مهمی که در خانواده دارند فرصت لازم را برای نقش آفرینی در عرصه های مدیریتی نداشتند مگر آنکه در این نوع مسئولیت های خود کسر بگذارند روزنامه مردم سالاری هم در سرمقاله خودش به تحلیل صحبت های علی اکبر صالحی پرداخته. علی درویشی نوشته از گذشته های دور تا به امروز ما در مذاکرات هستی خود با غرب از نوع دیپلماسی پنهانی بهره می بردیم و در واقع بین ما و اعضای پنج بلاوی یک و دفتر خانم اشتون چنین روشی برقرار بوده است و احتمال دارد به همین دلیل هم نشست آلماتی سیگنال های بروز پیدا کند که حکایت از نزدیکی نقطه نظرات دو طرف می کند. ولی اینکه یک باره آقای وزیر خارجه بگوید به زودی ما شاهد لغو پله به پله تحریم ها خواهیم بود مقداری همه را بهت زده کرده است و از طرف دیگر آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه حدود یک سال و نیم پیش این پیشنهاد را کرده بود و آقای صالحی در سفر اخیرش به مسکو هم هم آنجا هم در بازگشت اشاره به این مسئله کرد که امیدواریم در آینده شاهد لغو پله, پله به پله تحریم باشیم. اما سوال همه بر سر این است که آیا آنها یعنی پنج به علاوه یک هم همین انتظاری که از ما دارند ما این انتظاراتشان را برآورده میکنیم چون قرار بود برابر آن سه تقاضایی که آژانس بین المللی اتمی و پنج به علاوه یک از ما دارند یعنی کاهش غنیسازی از 20 درصد به 5 درصد خارج کردن سوخت از ایران و همچنین بسته شدن سایت فوردو پاسخی واضح به آنها بدهیم آیا ما هم برابر این پیشنهادهای امتیازی امتیازی به دست می آوریم یا نه اما بعید به نظر می رسد که ما هم امتیازی نداده باشیم که تحریم ها لغو می شود چون لغو تحریم ها کار آسانی نیست که به یک باره آقای صالحی یا خانم اشتون اعلام کنند که تحریم ها از فلان ساعت لغو خواهد شد آن تحریم هایی که مربوط به شورای امنیت است یعنی آن چهار قسنامه که صادر شده باید باز دوباره این مسئله در شورای امنیت مطرح شود که البته آن تحریم های انحصاری که آمریکا و متحدان آن اعمال کردند قابل حسب آن هم به سرعت امکان دارد اما تحریم های مربوط به شورای امنیت باید یک فرایند حقوقی را پشت سر بگذارد ولی به هر حال از طرفی هم یک مقام برجسته ای که مسئولیت دیپلماسی ما را دارد چنین اظهار نظری کرده است پس ناچاریم این اظهار نظر را بپذیریم اما تنز امروز مردم سالاری هم این تیتر رو داره آستین بالا از همین حالا محمد حسین روانبخش امروز نوشته محمود احمدی نژاد روز گذشته با قاطعیت و قدرت و سرعت منحصر به فردی اعلام کرد برای کنترل بازار باید آستین ها را بالا بزنیم پس از انتشار این سخنان قرار بود موجی از شادمانی همه را فرا, ب... فرا بگیرد اما چون هنوز آثار شادمانی های قبلی باقی مانده مردم همیشه در صحنه ترجیح دادن چنین نکنند اما چون هر اظهار نظری از این دست باید با تجزیه و تحلیل همراه شود تا عمق جریان تا هر چند سانتی که هست مشخص شود این سخنان واکنشهایی را برانگیخت یعنی صاحب نظران خواستار تعامل بیشتر روی موضوع شده و درخواست کردند دولت خیلی در مقابله با گرانی این همه قاطعیت به خرج ندهد و بالا زدن آستین ها را بگذارد برای شعار زنده باد بهار و بقیه داستان ها از سوی دیگر این همه عجله دولت برای مقابله با گرانی هم کمی تا بسیاری نگران کننده است بعضی پزشکان هم عقیده دارند عجله زیاد باعث استرس و خدای نکرده بیماری قلبی می شود و دولت مردان نباید با خودشان این کار را بکنند. در همین راستا و پهنا بعضی کارشناسا شدیدا خواهش کردند که دولت اینقدر به خودش فشار نیاورد و تصریح کردند وقت برای کنترل بازار زیاد است فقط یک سال و نیم از شدت گرفتن گرانی ها می گذرت. یک سال و نیم در مقابل عمر جهان که میلیاردها سال است از یک چشم به هم زدن هم کمتر است و اصلا به چشم نمی آید. امیدواریم با این اظهارات دولت مردان آستین ها را بالا نزنند و بگذارند جنس همینطور گران بماند و گرانتر نشود. و حالا نگاهی میندازیم با هم به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران. روزنامه شرق هم در صفحه اول تیتری داره با این مضمون: کاهش قدرت خرید در 8 سال گذشته. در این گزارش آمده روند افزایش درآمدها و هزینه‌ها بر اساس رشد نرخ ارز طی 8 سال گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مردم 72 درصد کاهش یافته است. افزایش قیمت دلار از 874 تومان در سال 83 به 3200 تومان در ابتدای زمستان امسال یعنی درآمد یک میلیون تومانی شما از هر هزار از 1144 دلار به 313 دلار کاهش یافته است. حالا بعد از مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده، تاکنون افزایش 20 درصدی مزد 92 قطعی شده. البته همچنان مذاکرات برای یافتن راهکارهای افزایش بیشتر این مبلغ ادامه داره اما با این سیستم محاسبه حداقل دستمزد سال آینده 467 هزار تومان خواهد بود طی سالهای گذشته همواره عقب ماندگی دستمزد از تورم هر روز قدرت خرید کارگران را کاهش داده و به عبارتی آنها را روز به روز فقیرتر کرده است این عقب از سالهای جنگ که کشور با تنشهای اقتصادی مواجه بود آغاز شد و هر سال این روند ادامه یافت دولتها به جای آنکه طبق فرمول های فاصله درآمد و هزینه ها را کم کنند هر سال نرخ دستمزد را بر اساس تورم آن سال محاسبه کردند که در نهایت به ضعیفتر شدن بنیه مالی افراد منتهی شد. این روند سینوسی دستمزد در سالهای گذشته بیشترین آسیب را به قشر کارگر زد. حتی در این سالها دولت ها یا کاهش فاصله دستمزد کارگران و کارمندان را نیز نتوانستند انجام دهند. اکنون که طبق روال هر سال در ماه های پایانی سال جلسات مکرر شورای عالی کار برگزار می شود، برخی از فعالان این حوزه از جمله حسین حبیبی مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار بر این عقیدن که حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال 92 یک میلیون و هزار تومان است. این نرخی است که بر اساس وضعیت معیشتی کارگران محاسبه شده است. نرخی که به گفته حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کسب و کار امکان تصویب و پرداختان به هیچ وجه وجود ندارد. درست است که برای تأمین حداقل نیازها درآمد یک خانوار باید بالای یک میلیون و هزار تومان باشد اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که بنگاه های تولیدی کشور که غالبا هم خورد هستند توان پرداخت چنین دستمزدی را ندارند و با تصویب این نرخ قفلی بر واحدهای تولیدی زده خواهد شد خبر دیگر روزنامه شرق مربوط به محاکمه عاملان کهریزک با این تیتر شاکیان پرونده کهریزک خواستار برگزاری علنی دادگاه هستند. در این گزارش آمده نخستین جلسه دادگاه کهریزک در شرایطی غیر علنی برگزار شد که خانواده های قربانیان و همراه وکلای پرونده خواستار برگزاری ادامه جلسات دادگاه به صورت علنی هستند. سید حسن کمالی وکیل خانواده کامرانی با اشاره به اینکه خواسته من و موکلانم و دیگر خانواده ها این است که دادگاه علنی برگزار شود در یک نشست خبری افسود حتی اگر مطرح شود برگزاری علنی دادگاه ممکن است مشکلاتی ایجاد کند اما این به هیچ عنوان با برکاتی که علنی برگزار شدن دادگاه میتواند در بر داشته باشد قابل قیاس نیست و بسیار ناچیز است بعد از گذشت سه سال و نیم از رخداد کهریزک بالاخره روز موعود برای شاکیان پرونده و خانواده های قربانیان فرا رسید صبح سهشنبه هشتم اسفند ما، در حالی که بجز خانواده های قربانیان وکلا و متهمان عکاسان و خبرنگاران هم در محل دادگاه حاضر شده بودند اما با ممانعت از ورود آنها اعلام شد که دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار می شود. در حالی که رئیس دادگاه محاکم کیفری استان تهران پیشتر اعلام کرده بود دادگاه قضات متهم در پرونده کهریزک علنی برگزار می شود مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد اتفاقی که معلوم نشد بالاخره افتاد یا نیفتاد چرا که تا این لحظه هیچ مقام مسئولی توضیحی درباره علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاه ارائه نکرده است کمالی با اشاره به اینکه در خصوص علت غیرعلنی برگزار شدن دادگاه به شکات یا وکلایشان هم هیچ توضیحی داده نشده گفته من هم از علت آن بیخبرم بر اساس قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری زمانی که دادگاه نظم عمومی را خدشهدار کند یا خلاف افت عمومی شناخته شود قاضی می تواند آن را غیرعلنی برگزار کند مسئله‌ای که به گفته کمالی دایره مصادیق آن بسیار گسترده و تشخیص آن هم بر عهده قاضی است با این حال وی در پاسخ به این سوال روزنامه شرق که با توجه به محتوای مسائل مطرح شده در دادگاه آیا می توان آن را مصداق خلاف افت یا برهم زننده نظم عمومی دانست گفت به هر حال این محتمل است صحبت من ملاک نیست و اختیارش با قاضی است اما اگر جلسات مکرری در کار باشد به نظر من من این ندارد که برخی جلسات دادگاه علنی برگزار شود روزنامه قانون هم در صفحه اول به ماجرای دستبرد مسلحانه به یک تلافروشی پرداخت و تیتر زده پایان دستبرد سه گنگستر خشن به تلافروشی های پای تخت. در این گزارش آمده دزدان خشن که هفته گذشته به تلافروشی, تلافروشی پرستیج در مشیری دستبرد دست مسلحانه زده بودند پس از دستگیری راز سرقت های سریالی خود را از تلافروشی های پایتخت فاش کردند به گزارش خبرنگار قانون ساعت ده و چهل و پنج دقیقه صبح روز هشت اسفند امسال وقوع یک سرقت مسلحانه در طلافروشی واقع در خیابان صالحی محله مشیریه به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع داده شد بعد از تایید موضوع از سوی گشت کلانتری و اطلاع ماجرا به سرپرست دادسرای جنایی تهران تیمی از کاراگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در محل سرقت حاضر شده و در بررسی ها دریافتند سه سارق مسلح که اسلحه کمری و کلاشینکوف همراه داشتند به این تلافروشی دست بر زده بودند سارغان مسلح با تهدید و ارعاب و تیراندازی در داخل و بیرون مغازه با پتک ویترین تلافروشی را شکسته و تمام طلاهای موجود در ویترین را به سرقت بردند. موتور یکی از سارقان هنگام فرار روشن نشده بود و شهروندان قصد داشتند از فرار او ممانعت کنند که دزدان با تهدید و تیراندازی آنها را ناکام گذاشت و از محل فرار کردند. با به دست آمدن اطلاعات در صحنه سرقت و تجزیه و تحلیل دو سرقت کشف نشده تلافروشی در تهران که به همین شیوه رخ داده بود و همچنین سرنخهایی که در این سرقت ها بود کاراگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از سرقت سرقت تلافروشی فروشی مشیریه موفق شدن هویت واقعی سارقان را شناسایی کنند سپس شناسایی مخفیگاه های اعضای این باند در دستور کار پلیس قرار گرفت هر سه سارق باید در یک عملیات همزمان دستگیر می شدند زیرا در صورت اطلاع آنها از عملیات پلیس امکان فرارشان وجود داشت سرانجام صبح روز پنج شنبه هر سه مخفیگاه متهمان شناسایی شد و کارگاهان پلیس در عملیات همزمان آنها را دستگیر کردند تنز امروز قانون هم این تیتر رو داره نخند عزیزم فردا تو راه آیدین سیارسری امروز نوشته دکتر احمدی نجات در حاشیه افتتاح دو شبکه تماشا و سلامت پس از مشاهده پور حسین رئیس شبکه چهار و همچنین مجری مناظره ها به مزاح گفت میخواهید الان هم بگویم بگم بگم خبرنگار تنزانه ادامه گفتگو رئیس دولت با رئیس شبکه چهار را اینگونه نقل میکنه دکتر الان هم بگویم بگم بگم پور حسین والا چی بگم بفرمایید دکتر با لبخند بگم بگم پور حسین که در شرایط سختی قرار گرفته لبخند میزند و وانمود میکند این امر موجب انبساط خاطرش شده است دکتر ادامه میدهد حالا میخواهم مزاح دیگری با شما بکنم پور حسین بفرمایید دکتر تورم دو درصد است <applause> پور حسین لبخندی به پهنای صورت میزند و میگوید بله صد درصد دکتر صد درصد نه دو درصد پور حسین صحیح دو درصد دکتر حالا یک مزاح دیگه پور حسین با لبخند سر دکتر همه علیه من شدند و نمیگذارند عدالت را خوب به پور حسین و دکتر دوتای قاه قاه میزنند زیر خنده دکتر تازه یه چیز جدید یاد گرفتم انسان آزاد خلق شده و باید آزاد باشه پور حسین شکمش را میگیرد و میگوید دکتر اذیت نکن تو رو خدا دکتر ولی بیرحمانه ادامه میدهد یک طرحی در دست بررسی دارم که یک میدان بزنیم به اسم قانون بعد با ماشین بریم هی میدون رو دور بزنیم مجسمه آقای میم رو هم به عنوان نماد درون نماد دورزنی قانون وسط میدون بگذاریم پروسن که همچنان شکمش رو گرفته و از خنده دلا شده میگه جان من نگو دکتر نگو دکتر گوشه موبایلش از کتش بیرون میاره و این باکس اس ها رو باز میکنه و با لبخند میگه حالا اینو گوش کن جدیده میگی چیه فک... مگه چیه فکر کردی پراید داری پولدارتری ما تو خونمون سی کیلو پسته داریم برو از خدا بترس پروسه نمیتونه جلو خندش رو بگیره در حالی که آثار کبودی بر صورت وی ظاهر شده روی زمین میفته و از چندت خنده خودش رو مورد ضرب و شد قرار میده دکتر هم کنارش ایستاده و قشقش داره میخنده چه زود حالت بد شد پروسن جان تازه میخواستم ببرمت مجلس که یه کمی با اونا شوخی کنیم جیگرت حال بیاد اصل خنده اونجاست پور حسین که از شدت انبساط خاطر توانایی تکلمش را از دست داده با دست اشاره می کند که دیگر توانایی خندای بیشتر ندارد و به دکتر می گوید هر زودتر تمامش کند ولی دکتر یک شوخی ظریف دیگر هم می کند تا اینکه ناگهان خنده های قطع شده و بیهوش می شود دکتر کتش را درست می کند دستایش را می تکند و به همراهان می گوید خب این هم از این مناظرهها ها خودش را از دست داد این دوره کم کمش 50 دقیقه میتونم افشاگری کنم و در پایان کارتون های انتخابی امروز کارتون روزنامه اعتماد کار احسان گنجی کارتون روزنامه قانون کار محسن ایزدی کارتون خبرگزاری ایسنا کار محسن سجادی کارتون روزنامه جامع جمع کار پیام پورفلاح کارتون روزنامه مردم ساراری کاری از علی کاشی کارتون علی درخشی در روزنامه شرق و در پایان کارتون از توکا نیستانی از اینکه امروز هم همراه برنامه بررسی روزنامه بودید از شما سپاسگزارم تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش